بیماری کرونا علاوه بر خسارتهای جانی که به مردم سراسر سر جهان وارد کرده موجب وخیم شدن وضعیت اقتصادی در بیشتر نقاط جهان شده و به طبع آن زندگی و وضعیت اقتصادی خانواده ها نیز بدتر و وخیمتر شده است این موضوع همچنین بر وضعیت پناهندگان تأثیر مضاعفی داشته و موجب افزایش مشکلات آنان شده است بر همین اساس کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار حمایت بیشتر از پناهندگان در برابر فقر و درگیری ها در ماه مبارک رمضان شد علی اکبری گزارش می دهد. خالد خلیفه نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تیه اظهاراتی اعلام کرد یک درصد از مردم جهان مجبور به مهاجرت می شوند و تا سال 2019 شمار پناهندگان در سراسر سر جهان به 79 ممیز 5 میلیون نفر رسید. لذا کمیساری های امور پناهندگان سازمان ملل تلاش می کند با کمک گرفتن از دولت ها و بخش های خصوصی به این پناهندگان در ماه مبارک رمضان کمک بیشتری کند. وی در ادامه افزود اوضاع دشوار اقتصادی برخی از خانواده های پناهندگان را مجبور کرده که برای مقابله با این مشکلات از ساز و منفی مانند صرف نظر کردن از آموزش و بهداشت استفاده کنند به ویژه که آثار و طبعات کرونا بر زندگی پناهندگان تأثیرات منفی بیشتری گذاشته و زنان سرپرست خانوار را با مشکلات فراوان روبرو کرده است گزارش این کمیساریا نشان می دهد. 51 درصد از پناهندگان برای کم کردن هزینه ها از هزینه غذا کم می کنن. همچنین بسیاری از خانواده ها توان پرداخت اجاره خانه یا فرستادن کودکشان به مدرسه را ندارند. علاوه بر آن 74 درصد از پناهندگان توانایی برآورده کردن حداقل نیمی از نیازهای اصلی خود را ندارند. بر اساس آمار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل حدود 85 درصد از پناهندگان جهان در کشورهای کمتر توسعه یافته پناهنده شدند و با مشکلات مالی و بهداشتی روبرو هستند. شیوع بیماری کرونا در این کشورها نیز موجب افزایش فقر و کمبود مواد غذایی شده و علاوه بر آن بر زندگی عادی پناهندگان و سیستم آموزشی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است.